دوستای بسیار عزیزم، سلام عرض میکنم. شفیع هستم. اگر که انوز نمیشناسینم، از خانم سیمین عمر پرسان کنین. یک بار دیگه شما را باز هم با برنامه امروز خود دعوت میکنم. برنامه امروز ما در رابطه با معراج پیغمبر است. در قرآن پاک هم آیات در این مورد موجود هستند، اما به صراحت ای که چطور اتفاق افتیده وجود نداره و زیادتر قصه در کتب اسلامی پرداز داده شده، به شرح بر زیادتر آمده یا به گفته یا به لسان انگلیسی به دیتیل بسیار خوب آمده. اگر ما چیزی را که در قرآن است قبول بکنیم، فکر میکنم با مراتب آسانتر است و در اون مشکلات نمی داشته باشیم. اما مثل اکثر موارد، معراج پیغمبر هم توسط مسلمان هایی که از عقل خود کمتر استفاده میکنند یا از عقل خود برای استفاده اغراض شخصی خود یا تمویل جیب های خود یا مقاصد شوم سیاسی خود استفاده میکنند، ای هم به یک مشکل در جهان اسلام تبدیل شده و به استناد از این مسلمان های افراطی می خواهند ثبوت کنند که گویا دین ما بهترین ادیان است، پیغمبر ما بهترین پیغمبر است و به این طریق مردم دیگر توهین و تحقیر می کنند و می خواهند که ما در قتل و کشتار مردم دیگر حصه بگیریم به نام جهاد، یا ای که مجبورشان بسازیم که مسلمان شوند. ما در این مورد هنگفت از برنامه ها دارم. شما میتونین آل در وبسایت برین shafiayar.com. شفی را من همیشه نوشته میکنم shafiayar، یعنی در موبایل از این فاصله نمیمونید، .com داخلش. یا ایست که در shafiayar برین و برنامه های ما را از طریق یوتیوب ببینین. ما در این زمان وقتی که شما در وبسایت ام برین، شما میتونین در فیسبوک ام را بیافین. ما خوش دارم که معراج پیغمبر از روی از این کتابی که ما همیشه اون مرجع هسته بخوانم بر شما. این کتاب به نام سیرت النبی یا سیرت رسول الله نوشته محمد ابن اسحاق است. آقای قاری صفی الله و یک یاد دوستای دیگهشان میگن که آقای شفیع یار از کتاب هایی که هویتشان مشکوکه. در واقع نه تنها این کتاب هویتش مشکوک نیست، بلکه خود از یا از اینمی کتاب میگیرن، اقتباس میکنن. اتا آقای صفی الله اینمی معراج پیغمبره از اینمی کتاب گرفته، در برنامه خود خوانده. ایناله اینمی معراج پیغمبره که ما برای شما دیجه میخوانم برای ساتیری نیست، ای برای عزیز که برای شما بگویم که احادیث و روایت ها همش ساختگی است. اینمی کتاب مرجع بزرگای اسلام بوده در قسمت گرفتن احادیث. به طور مثال وقتی که آقای بخاری ناسحی بخاری را نوشته کرد، او خب چند صد سال بعد از فوت پیغمبر که کسی رابطه نداشت، باید میرفت کتاب هایی را که بود میخواد. اینمی کتاب در 3000 صفحه مهمترین مرجع از ای آقا بود. بنابراین اینی چیزایی که اگر در اینجا غلطه، او هم غلط گرفته، او هم یک بیچاره دیگه. مردم میگه ناسحی، یعنی آقای چی میگه، نه ستار سیرت که احادیث ضعیف است، احادیث مستحب است و احادیث درست است. در واقع هیچ حدیث را ما و شما ثبوت نمیتانیم که مستحب است یا ضعیف است یا درست است، و اگر قبول کنیم گپ تا کنارا بر خوردن میرسد. یعنی اینمی دمی عین کتاب عین قصه با چندین رقم نشسته، با این معنا که احادیث در سر یک مسئله فرق داره. یکی میگه انتر شد که آسمان رفت، حدیث پیغمبره، پیغمبر گفته آسمان که رفتم متو کردم. یکی دیگهش گفته که
آسمان نرفته، مسجد اقصا رفته، بازده ایجا تکدم تکدم احادیث پیغمبره. ولی چرا این بسیار مهم است؟ به خاطر از این که بعد از بعثت پیغمبر، یعنی که پیغمبر خداوند گفت که تو پیغمبر هستی، اینی اول است. از او کدام مهمتر در زندگی پیغمبر هیچ چیز دیگه اتفاق نفتیده به اندازه از این که خداوند به آسمان خواستش؟ یعنی دیگه از این کدام چی چیز مهم است؟ اگر یک چیز مهم کمی است با چندین طریق مختلف بیاید، مانایش ایست که خیلی چیز در این کتاب درست نیست. اینا رو ما برای شما میخوانم که شما ببینین که مهمترین حادثه در زندگی پیغمبر در اولین کتاب پر از حجم چند هزار صفحه‌ایه که در اسلام داریم، که اولین در جمله اولین کتاب میآید و هزارها کتاب از این مرجع گرفته، چقدر و اقسام مختلفه که با هم دیگه مغایره داره نوشته شده. یعنی شک ایجاد میشه که تاریخ اسلام درست نیست. از همین خاطره که ما میگم تاریخ اسلام توسط مخالفین پیغمبر از جمله اولاد ابو سفیان که یک قرن، نزدیک یک قرن بعد از فوت پیغمبر اینا حکومت کردن، نوشته شده. ابو سفیان کسی بود که پیغمبر از مکه کشید، اما فورا بعد از مرگ پیغمبر اسلام در دست از یام افته، بر چور و چپاول بر تقریبا یک قرن استفاده میشه. بر اغراض شخصی خود اینا بر اینمی قصه که ضرورت داشتن تا بفهمانند که چور و چپاول و زن مردم گرفتن و بچه مردم لواتر کردن و چور انداختن تمام از یا اسلامی است. این حال آدمکای که از عقل خود کم کار میگیرن، مثل گل لاله سیمین اومد، مثل آقای صفی الله، مثل آقای ستار سیرت، مثل گلبودی، مثل ازو عزیزی، یا کلشان اینا را قبول کردن 1400 سال ما از ما شما آدم های دیوانه به عقل جور کردن. باب 16 در معراج پیغمبر ما صلوات الله علیه، صفحه 390. محمد ابن اسحاق گوید حدیث معراج به چند روایت بیاوردند و همه یاد خواهم کرد. به چند رقم میگه یا آمده، خود نویسنده میگه محمد اسحاق در کتاب خود، و میگه ما با هر رقمی که گفتن ما میگم. روایت نخستین از آن عبدالله ابن مسعود است رضی الله عنه که وی گفت، ای از نزدیکای پیغمبر و ای قصه میکنه از زبان پیغمبر، سید را علیه السلام در شب معراج براق بیاوردند. این براق از امو اسبایی است که میگفتیم که دو تا بالکا داشت و باز یک اسب مقبول سفید، میگه ای را آوردن. و این براق آن بود که پیغمبران دیگر علیه السلام بران می نشاندند. و براق چی بود؟ یک اسب بود که هر وقت که خداوند یک پیغمبر داشت در زمین، با زیر سر از این اسبک می شاند و میگفت بلوان بچین بیاره شده که پیغمبر پیش من. یعنی معراج رفتن نظر به ایگم تنها مربوط پیغمبر ما نبوده، کلگی پیغمبر ها را دیجه می بردن که پیغمبران دیگر علیه السلام بران می نشاندن پیش از سید علیه السلام، و هر گامی که برداشته چند آن بوده که منتهای بسر وی بوده، که منتهای بسر وای بوده. بسر یعنی چشم. میگه هر گام رکی براق میورداش یه قطعیز بود که یه گامش که دیجا بود که گام میورداش، گام دیگه شد دیگه دیده نمیتانستی. میفهمین که سرعتش از تیاره با مراتب زیادتر میباشه. یک که میگفتین دیگه نمیدیدین که در کجاست. یعنی ایره خوب بیاد داشته باشین، چون این چیزاییست که من اینا را کلش برتان تحلیل میکنم. پس چون سید علیه السلام در مکه بود و این ماجراها و حکایتها که یاد کرده شد که وی را با قریش افتاده بود و اسلام در جمله قبایل عرب و جمله قبایل قریش که در مکه بودن فاش شده بود و انکار کفار قریش و عداوت ایشان با سید علیه السلام بغایت کشیده شده بود، حق تعالی زیادت کرامت مؤمنان را و زیادت بلا و رنج کافران را و تمامیت شرف و منزلت پیغمبر را علیه السلام وی را مقام اسرا داد.
دیدن نی فارسی است. چند نفر تا نیره فامیده؟ به خاطر که فارسی گذشته است. 600 سال پیش، اگر ایره 1400 سال پیش ببرید، او فارسی را بسیاری های ما نمیفهم. اما اینی اینال در کلمه ترجمه میشه. از این خاطر من ایره فامیدم که در کلمه با فارسی امروز ترجمه میشه. فارسی ما با فارسی در کلم ترجمه میشه. اینال ما برای شما یک فشرده میگم که در این زمان میگه وقتی که در مکه پیغمبر بود و امی ماجراها و قصه ها پیش میفتاد و اسلام در جمله قبایل عرب آیسایس انتشار میکرد و دشمنهای پیغمبر زیاد میشد و دوستایش هم همچنان زیاد میشد، خداوند بزرگ از خاطر که طرفدارای پیغمبر یک کمک بکنه دلشان خوش بسازه و دشمنهایشان در مزیقه پرته، پیغمبر ما را برد در آسمان ها. میبینین مقام اسرا داد، یعنی که به آسمان ها برد. و با یک شب وای را از مکه به بیت المقدس رسانید. میبینین در اینی روایت، دا قصه اولی که عبدالله ابن مسعود کرده، تنها گفته میشه که از مکه ایره به بیت المقدس میبرن. بیت المقدس امی سرزمینه بود که در یهودی ها زندگی میکرد و اینمی مسجد که به نام مسجد بیت المقدس بود، بزرگترین عبادتگاه از یا بود که تا امروز به یا تعلق داره. باز اونو کاکایی که بو میزنه آقای دکتر یونس میگه که والله یه بسیار جای مهم برای مسلمان هست، نیست یزیاست، این در قرآن پاک در آیات نشته شده. و عجایب های آسمان ها و زمین او را بنمود. یعنی که نظر به این که عجایب های آسمان ها مانایش است که براق در آسمان میرفته، در زمین حرکت نمیکرده و سرعت شامه قطعیز بوده که یک گام کیجه بوده گام دیگه شده و چشم دیده نمیتانستی. و 124 از و 124 هزار پیغمبر بیاورد و حاضر کرد. امی مردکه دیگه میگه نه امی چی سریق افغان مده و برنامه به نام سریق افغان دارم، اگه ندیدین برین ببینین در وبسایتم shafiayar.com که او میگه ما 124,900 چقدر پیغمبر نظر به قرآن ثبوت میکنم. اینی کتابی که 1200 سال پیش نوشته شده نوشته کرده که 124,000 پیغمبر آورد که نظر به گپ پیغمبر ما. اینمی چی پیغمبر میبرن در مسجد اقصا و در اوجه 124,000 پیغمبر پیشین میارن و در پشت سر ازی استاد میشه و پیغمبر ما یاره نماز میتن و ایشان نماز کرد و بازگردید و هم به مکه به منزل خدا آمد. این دمی این شو رفت تا مسجد اقصا و پس آمد در مکه در منزل خود. این حال دیدیم در ایجه نگفت که پیغمبر ما رفت در آسمان ها. چنان که عبدالله ابن مسعود روایت میکند، در آن شب که سید علیه السلام اسرا خاص بودن، حق تعالی جبرئیل علیه السلام با براق پیش پیغمبر علیه السلام فرستاد و سید علیه السلام برام نشاند و براق او را در میان آسمان و زمین میبرد تا با بیت المقدس او را فرود آورد و با مسجد اقصا در مقام پیغمبران ابراهیم و موسی و عیسی و جمله پیغمبران استقبال وی کردند و سید علیه السلام در پیش ایستاد و با ایشان نماز کرد. یعنی در می روایت از اینجا رفت از مکه در مسجد اقصا، 124,000 پیغمبر آمد و پشت پیغمبر ما ایستاد شد و نماز خواند. اینا در قرآن نیست. اینا دیگه که مسلمان ها میشنوه فکر میکنن که خیلی پیغمبر ما از کل کده مهم بود، در حالی که در قرآن پاک اینمی گپ رد میشه و ما در برنامه های خود دارم برین ببینین. در مقام پیغمبران ابراهیم و غیره نماز کرد. چون از نماز فارغ شده بود سه قدح پیش وی آوردن، سه گیلاس. بعد از اینکه از نماز خلاص میشه پیش از این سه گیلاس ماندن. در یکی از این نظر و این کتاب خمر بود شراب، در دیگهش بود شیر، در دیگهش او. و در اینجا باز پیغمبر میگه قصه میکنم، میگه وقتی که اینا رو به ما ماندن مرا گفتن که یکی از این انتخاب کن و دمی وقت من یک صدا شنیدم که میگفت او محمد اگر او انتخاب کنی امتت غرق میشه، اگر شراب انتخاب کنی گناهکار میشن و اگر شیر انتخاب کنی دیگه بخیر بسیار خوب کار میشه. این حالا ما شما میریم به روایت دوم که صفحه 392 است. روایت دیگر از حسن ابن ابوالحسن بصری است رحمت الله علیه که وی گفت سید علیه السلام حکایت کرد و از معراج خود خبر داد، یا از زبان خود پیغمبر یا
از اصحاب پیغمبره، یعنی یک آدم نیست که 10 سال 20 سال 50 سال بعد باشه، ای با پیغمبر خودش و پدرش بوده. اینال یا میگن که پیغمبر از شب معراج خود حکایت کرد و خبر داد و گفت که یک شب در هجر خانه کعبه خفته بودم. ایره خوب با فکرتان بشانین که پیغمبر نظری به این قصه گفته که من در خانه کعبه خواه شده بودم اون شب. قصه عبدالله ایران نداشت، عبدالله نگفت که از کجا آمد براق آوردن بردن، اما دایی ایره میگه که پیغمبر گفت که من دمی هجر خانه کعبه خفته بودم و چشم من در خواب شده بود، ناگاه جبرئیل علیه السلام در آمد و پای بر من نهاد و من باز زمین نشستم و نگاه کردم و کسی را ندیدم. ایره خوب گوش کنید که جبرئیل هم که پیغمبر چی میکرده چیم پتکان میگه من در خواب بودم دمی خانه کعبه خواب شده بودم که یک دفعه جبرئیل آمد همی پای خود گرفت دمی سر ما، نمیسته که شما خواب هستیم پای خود دمی سینه پیغمبر هم تمانده. پیغمبر از خواب بیدار شده شیشته در سر جای خود هر چیز شما خود پلده چهار طرف سعی کرده هیچ کس ندیده. باز پیغمبر میگه در آمد پای و باز زمین نشستم نگاه کردم و کس را ندیدم و دیگر بار باز جای خود شدم. باز پیغمبر میگه من خواب رفتم، باز جبرئیل می همی کار چمپتکانه میکنه، باز سر پیغمبر پای میمونه میگه باز در جای خود شیشم و چشمای من در خواب شد، چی پالیدم نبود و باز چشمای من پرزه خواب رفت. دیگر بار بیامدی دفعه سیم است و پای بر من نهاد جبرئیل. فکر کنید چقدر بی احترامی است برای یک پیغمبری که ما فکر میکنیم که از تمام مخلوقات که در مهمتر بوده و خداوند بر روی از این دنیا را خلق کرده، جبرئیل می در سر سینش پای میمونه. چقدر بی ادبی است، یعنی پیغمبر نمیتونست که همی جبرئیل یک آرام شور بده که پیغمبر خدا بخی که ما تو یک کار داریم میای همی آدمای اطرافی دیوانه ما شاید همی کار کنه، ولی هیچ کس نمیکنه که پای خود در سر سینه یک از وانه. ما شاید یک بیادرک خوردم تا خورترکی که پای یک تکان بتمش که بخی، مگه والا حال ما نمیکنم اون کاره، اما این چه خبه احترامی است که پیغمبر بزرگ سرش پای خود میمونه بخیا باز میره خدا پت میکنه این رسیگو خدا پت میکنه. این دفعه سیومه و بخفتم چشمای من در خواب شد. دیگر بار بیامد و پای بر من نهاد، من دیگر بار از خواب برخواستم و نگاه کردم کس ندیدم. میگه باز من خیستم سعی کردم کس نبود و دیگر بار برفتم و باز جای خود خفتم و چشمای من در خواب شد. دفعه چهارمه و باز بیامد و پای بر من نهاد، دیگر بار من از خواب در آمدم جبرئیل علیه السلام دیدم. این دفعه که بیدار شده ای دیده که جبرئیل است که بیامد و بازوی من بگرفت و مرا بر پای داشت و گفت بپای. دفعه چهارم میبینه یا دفعه سوم که جبرئیل میای از امی کت پای خودی را بیدار کردم میفهمه که این جبرئیله. جبرئیل بازم به بی‌ادبی میگیره می پیغمبر از این بازوش سر جایش میشانه، میگه استاد شو میبینین اینم اگر باز میخوانم. دیگر بار من از خواب در آمدم جبرئیل علیه السلام دیدم که بیامد و بازوی من بگرفت و مرا بر پای داشت و گفت بپای یا بپای که یعنی در سر پای استاد شد. پس من با وای از مسجد بیرون آمدم، چون به در مسجد شدم براق دیدم کوچکتر از استر و بزرگتر از خر بود، از یک اسب کده خورتر و از خر کده کلانتر. همی براق میگم دیدم در دان دروازه مسجد که وقتی کده چی بیرو آمدم همی جبرئیل دو پر داشت، تشریح میکنه که امی براق دو دانه بال داشت و تارهای آن به زیر ساق خود امی زد و امی تارهای بال خود در زیر ساق خود کتش بازی میکده و هر گامی که میرفت چند آن بوده که چشمان کار میکرد. میگه هر قدمی که میموند چندین چند از او بود که چشم میدیده. و قسمت اول گفت که یک قدم که میموند قدم دیگه شده چشم دیده نمیتونستی. آل میگه هر گام از این به اندازه چند برابر بود که چشم بتانه ببینه، یعنی اگر تقسیم میکدی تقسیم پنج انوزام دیده نمیتونست، یعنی اینه که سرعت داشته که ای تیارای امروز هیچ کدامش به او سرعت نیست. و بسر سنب زبین را میشگاه حل اسب نه، یعنی میشه سنبش میگه میگه در زمین که میخورد سنبش زمین غار میشد، یعنی قدر یک قدرت داشته. من نزدیک وی رفتم تا برنشینم. میگه من رفتم پیش که در سر از این براق بشینم، پشت نداد یعنی نمان مره. جبرئیل علیه السلام در آمد و پرچم وی بگرفت و گفت ای براق شرم نداری که با محمد مصطفی علیه السلام جاهدی میکنی
و خدایی که تا تو را بیافریدند از وی فاضلتر و مشرفتر یا مشرفتر و مکرمتر کسی بر تو ننشسته است؟ میگه جبرائیل قارش آمد گفت از این یخن براق از این چیش قیزش میگیره ای براق دیوانه، تو نمیفهمی که کی هست اینجا؟ این پیغمبر است، حضرت محمد است. تا روز که تو را خلق کردن و اقه پیغمبر ها بردی نه؟ گفت که تمام پیغمبر ها را سرمی براق خداوند میخواست تا آسمان. ای جبرائیل بر براق میگه که تو نمیفهمی که کیست؟ تا امروز که تو پیدا شدی از این کدام یک آدم مهم سر تو نشته، یعنی چی کدون اموز گپ صدیق اوانه که یعنی دیگه از پیغمبر کده هیچ کس مهم نبوده، در حال که قرآن چیزا رو رد میکنه. به هر حال در این وقت این براق چی میشه؟ براق چونچونین بشنید از شرم عرق کرد و رام شد و پشت بداد و من بر وی نشستم. میگه در این وقت این براقه که نام پیغمبر شنیده او خو محمد است، از شرم یک دفعه رق کده رقه کاش سر کده و این پیغمبر بیا بیشی باز خدا پخش میکنه پیغمبر میشینه. قصه کای دیو پریز، یعنی قصه نظر به قرآن پاک کلش غلطه. با من بیامد و براق مرا میبرد. جبرائیل علیه السلام با من بیامد. حال جبرائیل هم خیز میکنه در سر از یه اسب و اردوی از یه به طرف آسمان ها میرند تا به بیت المقدس رسانید. همین براق پیغمبر تا بیت المقدس این مسجد مهم عیسی یهودا میرسانند. چون به مسجد اقصا رسیدم ابراهیم و موسی و عیسی علیه السلام دیدم و جمله پیغمبران دیگر دیدم که در آمدند و بر من سلام کردند و مرا در پیش داشتند و با ایشان نماز کردند. در این قصه باز هم مثل از قصه دیگر پیغمبر ما پیش دیگر ها پشت سرش نماز میخوانند، یعنی که پیغمبر ما مهمتر است. دو قدح بیاوردند و چون از نماز فارغ شدم دو قدح بیاوردند. میگه بعد از نماز دو دانه گیلاس بر ماندند. دیدین در روایت دیگر سه گیلاس بود. ببینین که در چی داره و در پیش من نهادند. در یکی شیر بود و در یکی خمر، یعنی او هیچ آبشن نداشته یا انتخاب آب هیچ نداشته. اینال یکی شراب داشته یکی شیر. من قدح شیر بستدم و بخوردم. در اینجا نگفت که یک صدا آمد که اگه ای را بخوری تو میشه و ای را بخوری تو باز که خوردم جبرائیل چک چک کرد. هیچ گپا نیست. و قدح خمر به دست نگرفتم. میگم من شیر بستدم و خوردم و قدح خمر به دست نگرفتم. شراب نخوردم، شیر خوردم. جبرائیل علیه السلام مرا گفت ای محمد فطرت اصلی گرفتی و بر امت خود راه راست نمودی. اینجا جبرائیل دیگر رقم میگه. میگه فطرت اصلی گرفتی، یک کار ثواب کردی، همین کار درست بر امتت کردی. چون قدح شیر بستودی و خمر بر امت خود حرام کردی. نظر به قرآن پاک خمر یا شراب حرام نیست. کلتان شمایتان مبراید اوهی و لاین کافر. برین برنامه ما در این مورد ببینین شراب بای شفیع یار. پس سید علیه السلام هم در شب به مکه باز آورد. دیدین دیگه گفته نشد که در آسمان ها رفتم تا مسجد اقصا رفت. پس میگن صبح آوردن پیغمبر در اون جایی که گرفته بودن در مکه باز الهیش کردن، یعنی او آسمان ها که ما میگیم شب اسرا در این دو روایت نیست و هر دوی از یام اصحاب پیغمبر و اولاد اصحاب است که قصه را میکنه، کس دیگر نمیکنه. ما همیشه میگیم که صلوات بر اصحاب کرام. این اصحاب کرام یکیش یک رقم گفته دیگهش دیگر رقم. خب باز هم هنوز بسیار تفاوت نداره. به این دیگرهایش رو گوش کنین ببینین که چقدر تفاوت داره. بازی قصه را که میکنه مردم میگه او باز یک دروغ دیگه از پیغمبر نظر و یک کتاب. بازی گه پیش حضرت ابوبکر میه و حضرت ابوبکر پیش محمد میه که پیغمبر تو خب ما کل گپایت میفهمیم راست از خو یک این مردم میگه دروغ میگه. خی اگه میتونی یک چی کنی یک رقم بگویی اگه شواهد به ما بدی که مردم بگویم که یا خوش شوان قبول کنن. باز پیغمبر میگه که بله ها ما بسیار خوب ما براتان میگم. ما که از راه تیر میشدم در فلان جای یک قافله بود، باز یک چی بود بسیار تشنه شده بودم، باز تا شدم از اموج یک کوزه شانه گرفتم یک او خوردم پس آمدم و در یک جای دیگه که رسیدم یک کاروان دیگه بود شطرشان گم شده بود دوست رفته بود. با سر از یا صدا کردم که شطرتان نوج از بره بگیره. بازی ها رفتن گرفتن. باز در این وقت چیز اینه میگه او دو دانه کاروان اینال در نزدیک مکه است.
بازی ها دویده دویده میرن پیش کاروان پرسان میکنن کاروان والا را که بیادر دیشب از کوزه او شما کس خورد آوالا یک نفر هم تو میرفت استاد شد کوزه او ما را گرفت نا او خورد باز رفت باز دیگه شم میگه کدام نفر از شما را صدا کرد که شطر تان گم شده آو میگه از این آسمان یک چیز تیر میشت ما را صدا کرد سعی کنین ای اسب دفعه اول گفتن که همی براق به اندازه تیز بود که یک قدمش اینجا بود یک قدم دیگه شاین تا لغمان که دیگه دیده نمیتانستیش این حال چطور میتانه که یک کسی با این تیزی میره انوز هم ببینه که شطور کی گم از باز صدا میکنه که بخیزه بچه هم شطور تا نوجه است خانه با او صورت تا که بگه بخیزه پیغمبر تیر میشه از اوجه او دیگه خود آسمان میره این حال خداوند بزرگ قدر یک سرشته به پیغمبر گرفته که پیغمبر تا مسجد اقصا را این میکنه چی میمونی بزرگه 124,000 پیغمبر میاد در پشت پیغمبر ما نماز میخوانه اما یک گلاس او کتش نمیتش یا چی صبر نمیتش که هیچ دیگه تشنه نشه در راه که میاد باز پیغمبر تشنه شده ولو جبرئیل یک ذره او نیست ولو باش مسای کنمونه یک کاروان بریم از کاروان او بخوریم حالا پیش خداوند بزرگ که سخت نیست هزار ملائک میتونست بیاره هر چیز برای پیغمبر بده اما تو حلق تشنه میبرن پیغمبر سرش یک نماز میخوانن دوان دوان میارن خب هران ای دو روایت تیر شد میریم به روایت سوم ای صفحه 396 است و روایت دیگر در میراج روایت عایشه است عایشه هم این زنه که پیغمبر بود که در 6 سالگی عروسی کرده بود نه که گفت جسد پیغمبر سید علیه السلام در شب معراج از جای خود نشد. عایشه چی میگه؟ میگه در شب معراج پیغمبر ولازم جای خود اگه شور خورده باشه. دیگه را گفت نه که براق آمده باز اینجا سرشانه پای مانده باز مرا گرفت و رفتم. یعنی عملا رفته پیغمبر. بدن پیغمبر رفته. اما عایشه گفت چی میگه؟ چون عایشه همیشه پلی پیغمبر خواه بوده. عایشه چی میگه؟ میگه در شب معراج جسد پیغمبر از جای خود نشد یعنی شور نخورد اما روح وی را به معراج بردن روحن در حالت رویا در حالت خواب رفته و معاویه ابن ابی سفیان هم با موافقت قول عایشه رضی الله عنها سخن گفته در معراج و هر که حکایت از وی پرسیده گفته معراج خواب درست بود که حق تعالی پیغمبر را بنمود عایشه میگه روحن رفته جسمش نرفته ای یک کم دگام ای را پایین میاره میگه برو بیادر خواب دیده بود منتها خواب درست بود خواب درست چی؟ خدا حالت خواب رفته خواب درست چی؟ این حال میبینین بخصوص ما مردم سنی که همیشه از حضرت عایشه نقل قول میکنیم و اینمی کتاب من با مرجع ما هست چطور گپ عایشه را رد میکنیم؟ اگه گپ عایشه را قبول کنیم پیغمبر روحن رفته اما بدنش خواب بوده اگر گپ او دو نفر دیگر را قبول کنیم هر دویش سر اسب شیش را برده باز او براقه تا کده باز یکی در اجر خانه خواب بوده یکی یعنی اونا فرق داشته ولی نظر به این قصه نه پیغمبر سر اسب شیش در رفته نه او سه قده و دو قده در او جا مرده شده نه نماز خوانده نه ایش تنها در حالت خواب رفته خواب دیده که ما رفتم او خواب تام دیده میتانی بیادر گل ما میتانم ببینم و یعنی روحن اما ای کاکای دیگه که معاویه بچه ابو سفیان این میگه بیادر گلو تنها در خواه دیده بوده خب اینال در صفحه 400 از این کتاب روایت دیگه است در معراج دینمی قصه آسمان رفتن پیغمبر ای از ام هانی است ام هانی خواهر حضرت علی کرم الله وجهه بود که دختر ابو طالب بود ای قصه میکنه ای بخی دیگه رقم قصه میکنه میگه سید علیه السلام شب معراج در خانه من بود او یعنی در کعبه خواب نشده بود او عایشه که میگفت در پالی من خواب بود او جام نبود این میگه در خانه من بود یعنی کلگی گپای میزنن که با دیگر رابطه نداره یعنی نظر به یکی ازی شاید راست بگوید دیگرهاش دروغ میگه چطور ما میتونیم برای کل ازیا صلوات رایی کنیم در بین از یک نفر راست میگه شاید تا یک نفر راست نگوه نظر به آیت قرآن یکی از دیگه پا درست نیست ولی ببینیم که چقدر غلطی در اولین کتاب اسلام در مورد مهمترین حادثه زندگی پیغمبر ما وجود داره این حال امهانی میگه سید علیه السلام شب معراج در خانه من بود و با من نماز کرد نماز خفتن نماز شوه یا خواندن و بخوب و پیش از صبح
ما را از خواب برانگیخت. پیش از اینکه صبح شه ما را از خواب بیدار کرد تا وضوی نماز بساختیم و نماز بامداد با وی بکردم. نماز صبح هم راش خواندم، یعنی بین نماز شب و نماز صبح با امهانی بوده. چون از نماز فارغ شده بودم روی در من آورد و گفت، میگم من از نماز خلاص شدم، بعد از او پیغمبر برم گفت که یا امهانی من دوش نماز خفتن با شما نکردم. برش میگه شب دیشب من نماز خواب با شما نکردم، نماز خفتن چنان که دیده. و با مسجد اقصا رفتم، با بیت المقدس. بعد از او میگه با مسجد اقصا رفتم و آن جایگاه نماز کردم و باز مکه آمدم. دیگه در این جایی نمیگه که پیغمبر آمدم قدر بود. میگه من بعد از اینکه شما نماز کردم رفتم یک راز در مسجد اقصا، بعد از او پس این آمدم این نماز صبح که شما میخوانم. میبینین این قصه بیخی با این قصه دیگه فرق داره. ایره دختر کاکای پیغمبر از زبان خود پیغمبر میکنه، عایشه هم از زبان پیغمبر. کلگی کدام از این راست میگه؟ در کل از این احادیث، این احادیث در نظر با گپ، اگر گپ عایشه را قبول کنیم، اینی حدیثی که او دیگه گفته و او حدیث صحیح است، این میشه مستحب یا ضعیف. اینال اگر گپ عبدالله را قبول کنیم، این گپ های از یا میشه احادیث ضعیف، نه گفته آقای ستار سیرت. یعنی این می گپا در مورد مهمترین مسئله در زندگی پیغمبر ما با یکی دیگه سر نمیخوره و احادیث ازی در مقابل یکی دیگه قرار میگیره. ولی برحال با شما بگذاردم. سید علیه السلام چون این سخن بگفت، بعد از اینکه پیغمبر برای امیچی امهانی قصه رکت که رفته بود و مسجد اقصا و نماز خواندم، با پای خیز گفت من میرم از اینجا بیرون. گفت یک دفعه امی امهانی وارخطا میشه بر پیغمبر میگه که یا پیغمبر یا سید علیه السلام چنین سخن بگفت. امهانی میگه که یا رسول الله مادر و پدر من فدای تو باد. وقت پیغمبر گفت که ما میرم حالا بیرون، ما امی دختر کاکاش وارخطا میگه یا رسول الله مادر و پدر من فدای تو باد، این سخن که با ما گفتی میان مردم مگوی که تو را باور ندارن. میگه امی گپاره که با ما زدی خیرم و دختر کاکای دستم میره چیز نمیکن، اما برای مردم نگو، به خدا قبول نمیکنن، سر درشخندی میکنن، آنگاه تو را به دروغ وادهند و تو را برنجانند. سید علیه السلام گفت به خدایی که من این سخنها پنهان ندارم و با مردم دیگر و با مردم بگویم و بیرون رفت و من کنی زکه داشتم. میگه پیغمبر گفت نه نه نه، من یک پاره میرم با کلگی میگم. یعنی از اینجا غیر مستقیم تو نتیجه میگیری که خود دختر کاکاش هم فکر میکنه که پیغمبر قصای ساختگی میکنه. ولی به هر حال پیغمبر میگه نه من میرم با کلگی میگم. میگه باز امهانی میگه که من یک کنیزک داشتم، کنیز خدا گفتم تو برو تحقیق کن پیغمبر که چی میکنه. میگه مردم یعنی بازی میره در مسجد میشینه همین قصه های خدا میکنه، باز مردم باز خنده میکنن و همین قصه باز آمده که مردم میگه که او بدر چیست ای گپا دروغ است، باز پیغمبر میگه برای ما نشانه بده. باز پیغمبر برشان میگه که نشانه این سخن که من گفتم آن است که دوش به بیت المقدس میرفتم، در فلان وادی کاروان فلان قوم دیدم که آن جایگاه منزل فرو گرفته بودن و بخواب بودن و چهار پا یان ایشان چون حس براق من بشنیدند همه از جای خود برمیدند. میگه در اینی تو یک جای این یک کاروان خواب بود و وقتی که امی دوش چیز مرا شنیدن، اسب مرا براقه که در زمین پایش میخورد، یک صدا ازش میبرامد، تمام چارپای های از یا وارخطا شدن و دویدن شروع کردن و یک اشتر ایشان گم شد و من از بالای ایشان آواز دادم و گفتم اشتر شما فلان جای ایستاده است. نه؟ ایده ای وقت دیده که ای ایوان ها که ترسیدن دویدن هر طرف، یک شتر خدای مردم اید نمیافت، بس ای از بالا صدا میکنه پیغمبر ما که او مردم شتر تانوج است و ای براق همه قطیز بود که یک پای کیجه میمان پای دیگهش در یک جایی بود که دیگه دیده نمیتانست. چطور پیغمبر ما با صدا میکنه که او بچه ها شطورتان؟ این حال هم یه این گفه ها رو باز قصه میکنه که باز در اینجا من ازشان کوزه خواستم، باز او خوردم، باز تو کردم. یعنی این همی گفه ها رو در اینجا میزنه. این حال
تا اینجا شما ندیدیم که یک کس گفته باشه که پیغمبر بعد از این باز میره در آسمانانه. کل سفری است که پیغمبر از مکه تا بیت المقدس میگه، یکی میگه سه تا قدم آورد، یکی میگه دو تا، یکی دیگه میگه نماز خواند دو جا، یکی دیگه میگه که تنهایی نماز خواند، یکی دیگه میگه که در پشت از 124000 پیغمبر نماز خواند، یکی دیگه میگه که در راه که میآمد قافله را دید. اما اینجا یک روایت دیگه است، این روایت در صفحه 403 از این کتابه. بیاین که ایره ما بر شما بخونم. روایت دیگر در معراج روایت ابو سعید خدری است، یا از کسای نزدیک پیغمبر است، و در روایت او حدیث معراج بیامده است یا چنین بیامده است. سید علیه السلام حکایت کرد از معراج و گفت، خود از زبان خود پیغمبر اینا نقل قول میکنند، بعد از آن که مرا با براق نشاندند و با بیت المقدس بردند و از نماز فارغ شدم، مرقای دیدم که از آسمان فرود آوردند. ای یگانه نفر که میگه سعید، ابو سعید خدری است که میگه پیغمبر رفته تا چی رفته؟ تا می مسجد اقصا بازوجه نماز خوانده، یعنی او را وار دیگه ای میگه اما اینی قسمت قصره که بودگران نگفته. ای حسن خودی میگه پیغمبر گفت که بعد از اینکه من از نماز خلاص شدم از مسجد اقصا، از براق قصه دیگه خلاص میشم، مرقای از آسمان آوردن. مرقا یک بشقاب پرنده یا یک توشکی که دوام میره، میگه ای را آوردن. بعد از آن که مرا با براق برنشاندند و بیت المقدس بردند و از نماز فارغ شدم، مرقای دیدم، یعنی بشقاب پرنده که از آسمان فرود آوردند. مرقای بود که چشم من از آن نیکوتر چیز ندیده بود، مالیندار ندیده بود. او عربستان سعودی در او مکه و مدینه که از کوس حیوانات مردم غشتی جور میکرد و خیمه دیگه، این براق که از آسمان میاد مثل از این مالیندار ندیده بود. و چون معراج فرود آوردند و مرا در آن نشاندنی، اصلا مرقا زیج غلط نشته شده و اصلا باید بگویم که با چون مرقا فرود آوردن و مرا در آن نشاندند و جبرئیل با من در آن نشست و بعد از آن ما را به هوا در می بردن. میگه بعد از که ما و جبرئیل دیگه در ایشیشتیم، دیگه ما را طرف آسمان ها برد. این حال جبرئیل خود مرقای نمی آمد در این مرقا و در این براق، جبرئیل خودش از خود اسب داشت، اما این دفعه وام دیگه خوش آمده گفته بیا ولادمی توشک پرنده میشینیم تا بدر آسمان دنیا رسیدیم. یه همون گپک است که صفی الله میگفت، نه که فاصله زمین تا آسمان همی علمای کشورهای پیشرفتان نمیفهمه که چه خست، باز از آسمان اول تا دوم خویید نمیفهمند. همون برنامه مازلم نان مازلم مهرجوره ببینین. در رای آسمان رسیدیم، میگه ما را در سر مرخاش شاندن و بازمو تا میرفتیم طرف آسمان تا به در آسمان دنیا رسیدیم و آن در را باب الحفظه خواندنده، و آن بربی بوده و دروازه. باز پیغمبر میگه او را باب الحفظه خواندنده و فرشته بران گماشتن نام و اسماعیل و در فرمان و 12000 فرشته بود. یک فرشته رئیس تمام فرشته بود، نامش هم اسماعیل بوده. خب اینال یه 12000 فرشته داشته. چون در باز کردند و ما در رفتیم، آن فرشته که نام و اسماعیل است که امیر همه فرشتگان بود، در آمد و از جبرئیل پرسید که این کیست که با تو در هودج نشسته است؟ امی رئیس ملائک که اسماعیل بود میاد دروازه آسمان اول واز میکنه، حتی بین واز میشه، باز سیل میکنه بیرو که جبرئیل کت یک نفر دیگر در مرخاششته. باز میگه او جبرئیل کیست که کت تو دیجشته؟ باز جبرئیل چی میگه؟ محمد است. آن فرشته گفت محمد برانگیختند به رسولی و خوش میشه. او خو محمد بالاخره آوردن. این قصای صدیق افغان و ملای دیگه است. جبرئیل گفت بله، یعنی خوش باشه گفت. آنگاه وای برخواست و استقبال کرد و پیش من آمد و مرا دعا و ثنا گفت. بعد از آن فرشتگان آسمان اول جمله می آمدند و سلام بر من می کردند و تهنیت من می کردند. کلش می آید او سلام کاکا جان، سلام، اما تو دست ببوس و پای ببوس و دعا و ثنای خیر می گفتند و استبشار و خرمی می نه. کلش خنده و لبای خندان، مگر یک فرشته که وای در میان ایشان بود و بی آمده همچون دیگران سلام بر من کرد، اما در روی وای بشاشت و خورمی ندیدم. میگه کلی ملائک می آمد اک دستا آب و بوس و خنده و مذاق و چیزا. باز یکیش آمد
سلام داد اما هیچ در روش خنده نبود. از جبرائیل پرسیدم که این فرشته کیست؟ پیغمبر پرسان میکنه جبرائیل این فرشته کیست؟ ای اخموس یا بخنده و پندیدگی؟ یعنی چهره شاید به چی میمونده؟ میگه ما برش گفتم که دیگه پر فرشته خو کلش یک خنده داشت یک تبسم داشت. ای کیست که هیچ یک خنده و تبسم هم نداره؟ جبرائیل گفت یا محمد این مالک دوزخ ها گفت این فرشته دوزخ است و هرگز وای در روی هیچ کس نخندیده است و تازگی و خرمی پدید ننموده است. اگر وای در روی کس تازگی و خرمی نموده بوده این ساعت نیز در روی تو بنموده. غیر از سوختاندن دیگه هیچ کار نداره. این فرشته نیست که خنده کنه. اگر بر روی یک کس خنده میکرد و تو میبودی، یعنی بر روی تام دیگه تا خنده نکرد. آنگه جبرائیل علیه السلام را گفتم که او را بگو تا سرپوش از سر دوزخ برارد. در اینجا می کنچکاوی انسان ها نیمی حضرت بابا آدم و بی بی آوان با این طریق از چی برآمدن از بهش نه که یکیش می گفت بیا که بخوریم از امی ولا بیا که بخوریم بیا که بخوریم، یک فر رفتن یک چیز را خوردن که خداوند گفته بود این را نخورین ما شما آواره شدیم. پیغمبر آمد کنچکاوی می گیرم میگه جبرئیل تو خوی دوزخوانه تو بگو که امی سرپوش اثر دوزخ پس کنه. اونجا کدام دیگ واره بوده و دوزخ بوده. باز میگم این دیگه تو پس کنم این سرپوش که من اکسای کنم. میگه یک را دیگه ای تا سرپوش از سر دوزخ بردارد دوزخ مرا بنماید. و جبرائیل علیه السلام بر همه فرشتگان عالم حکم دارد. یعنی جبرائیل سر از یا زور بود دیگه. وقتی که میگه پس کن پس میکن. پس جبرائیل علیه السلام مالک را بفرمود. مالک یعنی که این فرشته که صاحب از این دوزخ بود. این را گفتم این را پس کن که این را پس میکنه یک دفعه آتش زبانه میزند. چنان که شعله های آن در 7 تا ساق آسمان منتشر شدم. یار 7 آسمان نه ما شما گفتیم که 7 آسمانه و بین بوده که اهل 7 آسمان بسوخته و میگه نزدیک بود که 7 آسمان بسوخت بسوزانه. ترس از این بود که حال آسمان ها نسوزد. در این آسمان ها کی هست؟ حال پسان میبینین که حضرت عیسی از حضرت موسی هست باز در آسمان آخر خداونده. یعنی آتش نزدیک تا خداونده بسوزانه. باز یک دفعه پیغمبر چیغ میزنه وی 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 بگو جبرائیل جبرائیل بگو 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 بسته که سر دیگه که آل کلای ما را نسوزانه. باز جبرائیل امر میکنه باز پس سر دیگه در اینجا میگن که بسته کرد. میبینین کلی قصه‌گاه‌های برای اولادک های 2 ساله 4 ساله میکارتونیگک هاست. مگه ما شما کل زیر قبول کردیم. اینال نظر به این قصه باز اموت پیغمبر دیگه جبرائیل برده میره. هم در آسمان اول شخص دیدم نشسته بود و ارواح آدمیان بر وی عرضه میکردند. میگم من در آسمان اول که درو شدم یک نفر دیدم که به ارواح آدم ها کسایی که میمرد و جمعی آمد یک تعدادش خوب میگفت یک تعدادش تو چی میکرد بدوا میکرد. میگم من گفتم ای کیست؟ گفت او یه حضرت بابا آدم است. اونو کسایی که کارهای خراب کرده و مؤمن نبوده روی از واکه میه وار نفرین میکنن. اونو اولادایش که میه که مسلمان بوده و مؤمن بوده واره باز بسیار هم تا پف و چف میکنه و دعا میکنه. گفت چیز خواله همینجا فکر کنین همی حضرت بابا آدم خودش گناه نکرد که حال شیشه در اونجا پف و چف یکی دیگر هم دو میزنه او لوده تو چرا گناه کردی چرا مؤمن نبودی چرا تو نبودی. حال خودش هم یک کس بگوی که بیادر خودت هم آمدی در جنت جایت بود گرفتی کت زنت یک چیز ناقی را خوردی بگفتی خدا را کردی کل ما را از جنت کشیدی. یعنی این گپا بازم کلش غلط است. اما کور خود بینای مردم که میگه نه بابا آدم هم همی کار میکرد. باز بعد از او از آسمان اول خلاص میشه چی را امی پیغمبر هم تا میبره جبرائیل با آسمان دوم. بعد از آن که مرا این عجایبا نموده بود یعنی در آسمان اول مرا از آسمان یکم به آسمان دوم بردن. پیغمبر قصه میکنه و در آنجا پسران خاله خود عیسی ابن مریم و یحیی ابن زکریا علیهم السلام را دیدم. نه؟ ای حضرت مریم 600-700 سال پیش از پیغمبر فوت شده هنوزم پیغمبر میگه حضرت عیسی بچه خاله بود. میبینید دروغ پشت دروغ پشت دروغ از پیغمبر اینمی قصه‌گاه‌ها یک کارتون جور میکنه بلا تشبیه. مگه ما کل از را قبول کردیم؟ این همی مسلمان ها 1400 سال یا 1200 سال همی کتاب ها کشیدیم از کتاب خانه. برین در تمام کتاب خانه های کشورهای اسلامی همی کتاب سیرت رسول الله نوشته محمد ابن اسحاق بپارین در کلش هست. هیچ کسی را بد نمیگه. نال ما که میگم که کتاب غلط هست باز مردم میگه آه ولا ایره حتما جویش ها پرسا نشته کرده که تو میخوانی نام دین ما را بد میکنی.
من نمی کنم نام دینتان رو، بعد من میگم میره در گاربش برتین، شما میگین آقای عیار که تو حدیث در گاربش انداختی باید تو کشتر شوی. این میکنش احادیث است. بعد از زی که بچه خاله خودم میبینه، باز یک سلام علیکم را میکنه، بعد از آن با آسمان سوم شدم و شخص دیدم آن جایگاه به صورت ماه شب 14. پرسیدم که این کیست؟ گفت برادر تو است، یوسف ابن یعقوب. او راستی؟ حالا دیج پیغمبر یک لاف دیگه میزنه که آسمان دوم رفتم چی را دیدم؟ یوسف هم. گفت گفتم کی کیست که تو شب ماه 14 وارسته یا ماه شب 14 واره؟ باز میگن ای برادرت یوسف است. خب آیا ای برادر پیغمبر بود؟ نبود. پس مرا با آسمان چهارم بردن. بعد از آسمان سوم آسمان چهارم بردن، شخص دیدم نورانی. پرسیدم که این کیست؟ گفت این ادریس است علیه السلام. دیگر مرا با آسمان پنجم بردن و در آنجا شخص دیدم نشسته، سخت ظریف و زیبا و محاسن کشیده داشت، چنان که من هرگز که حل بدین زیبایی ندیدم. پرسیدم که این کیست؟ گفت این هارون است، برادر موسی علیه السلام، که قوم وی را از این دوست داشتنده. اون همون قوم بود که با گوساله پرستی امی خود از این مجبور ساخته بودن. آیت قرآن را بخونین. دیگر مرا از آنجا به آسمان ششم بردن، مرد دیدم در آزبالا گندمگون، بلندبینی، سخت باشکوه و حیبت. از جبرئیل پرسیدم که این کیست؟ گفت برادر تو است، موسی ابن عمران. میبینین در اینجا میگه در آسمان ششم که رفتم یک آدم بسیار زیبا و بلند اندام و دیگر دیدم. گفتم این کیست؟ گفت برادرت است. آل پیشترش در آسمان پنجم اوج آرون برادر موسی بود. او را گفتن که گفت ما گفتم که کیست؟ گفت این برادر موسی است. اگر پیغمبر برادر موسی باشه، باید آرون هم که برادر موسی است برادرش باشه. باید دوام میگفتن وقتی گفتی کیست، باید میگفت آرون برادرت. اما در اوجه نگفت، گفتی برادر حضرت موسی. دیگر مرا از آنجا به آسمان هفتم بردند و بیت المعمور دیدم که آنجا کرسی های نهاده بودند و پیر سخت با وقار و عظمت یا عظمت بران نشانده بودند و آن پیر نیک با من میمان است. پرسیدم که این کیست؟ گفت این فدر تو است، ابراهیم. ابراهیم اول بود پیش از موسی. خب ولی برحال در ایره که میگه ایره گفتم، باز گفتن که ای ابراهیم است. باز ایجا میگه که 70,000 فرشته همو دقا آمده بود که زیارت ابراهیم کنن. باز ما گفتم اینا کیست؟ گفت یا 70,000 فرشته روزانه میه که احترام بکنه و تا که دیگه دوزخ هم رستخیز هم شد نوبت از این گروه دیگه نمیرسانه. یعنی قدر فرشته است در دنیا. شما در دفعه اول وقتی که امی روایت عبدالله ابن مسعود بود از آسمان هیچ خبر نبود، اما یعنی چیزای مهمه هیچ در اوجه نگفت. اما در اینجا باز نویسنده همین قصاب خیلی یادش می و ایره زیاد میکنه به نام ازوان. نظر به می روایت عبدالله ابن مسعود در اینجا گفته میشه که محمد برانگیختند و او را به رسولی فرستادند. کل ملائک خوش می شد، می خوب بخیر پیغمبر شد. ایشان در بگشادنده و بشارت به یک دیگر می دادنده و خورمی می کردنده و بیامدنده و پرسید و بر سید علیه السلام سلام کردنده و تهنیت و تهنیت توی بگذاردنده تا به آسمان هفتم درگذشت. پیغمبر از آسمان هفتم تیر میشه و به حق رسید. یعنی بال از اینکه پیغمبرا رو آسمان اول دوم و سوم چهارم پنجم ششم ایجادید به آسمان به چی به پیش خداوند آسمان هشتم میرسه. در این آسمان هشتم که میرسه دیجه نوشته میشه آنچه از گفتنی بود بگفت و شنفتنی بود بشنفت. ایجه سعی کنن که اینمی بسیار یک شرک کلانه که اینمی ملاهای ما به شمول امیر قاری صفی الله یا میکنن. در این کتاب نشته میشه که بعد از آسمان هفتم پیغمبر به آسمان هشتم پیش خداوند رسید، به حق رسید و در اینجا گفته میشه که آنچه از گفتنی بود بگفت. یعنی پیغمبر هر چیزی که لازم بود که به خدا بگوید گفت که خدا صاحب اگه اینه تو نکنین خراب میشه، اگه تو کنین خوب میشه. آنچه از گفتنی بود بگفت. پیغمبر که پیش خداوند باید ساکت بمونه، ایده ایجه شروع میکنه با خداوند هر چیزی که لازم بود که بگه گفت و آنچه شنفتنی بود بشنفت. بعد از او گفت خب خدا صاحب شما چی میگین این حاله که ما هم بشنم گفت پایتانه. باز خدا میگه تورتر بازور هم بشنم و بدید. آنچه شنفتنی بود بشنفت و بدید و خداوند چیزهای رو برش نشان میداد و دید آنچه میبایست دید.
و بدید آنچه می بایستید و هر چیز که خداوند لازم بود که نشان بده نشان داد به پیغمبر و آنگاه حق تعالی 50 نماز بر وی فرض کرد و از آن جایگاه به زیر آمد. خداوند بعد از اینکه ملاقات میکنه با پیغمبر و چیزایی را که پیغمبر لازم بود به خدا میگه که خدا ثابت تو کوی تو کوی تو کو نعوذ بالله، و باز خداوند هم برای پیغمبر یکان گپا میزنه که شنیدنی بودش بشنو، و بعد از چیزایی که لازم بود ببینم دید، بعد از او خداوند میگه بچه من برای تو که مسلمان هستی و مسلمان ها 50 نماز فرض کردم. باز خود پیغمبر ما تشکری میکنه تا میشه داسمان شش افتم ایجه حضرت ابراهیم بود، از یکی دیگه پایین میشه آسمان ششم بود که حضرت موسی بود. در ایجه در کتاب نشته میشه که حضرت موسی وقتی که دید حضرت پیغمبر، باز میگه که از پرسان میکنه و میگه که یا محمد چند نماز بر تو فرض کردن؟ پیغمبر علیه السلام گفت 50 نماز. موسی گفت یا محمد تو امت ضعیف داری و ایشان را طاقت این نماز نبود، بازگرد و باز بر حق تعالی رو و تخفیف ایشان را به طلب. میگه وقتی که دیج تیر میشت پس طرف زمین به حضرت موسی میبینه حضرت محمد اکتا میشه میگه او محمد چند نماز سرتان داد؟ پیغمبر ما میگه 50 نماز. او حضرت موسی میگه برو پیغمبر امت تو امت ضعیف است، 50 نماز زیاد است، برو برشان بگو که برای خداوند بگو که با ما یک تخفیف بده خدایا. باز پیغمبر ما میره تق تق میزنه پس در آسمان هشتون دروازه واز میشه خدا سو یک کار دارم. خب بیا بچیم چی میگی؟ والله زیاد است یک تخفیف به ما بتیم، 50 نماز زیاد نمیتانیم. باز خداوند بزرگ میگه که خب برو بچیم، 10 دانه کم شد نماز شد چند چند. باز میگه از آسمان هفتم تیر میشه در ششم نظر به کتاب، باز حضرت موسی میگه که چه کردی؟ گفت 10 نماز تخفیف فرمود، یعنی که 30 نماز شد، 10 نماز دیگه هم کم شد. موسی گفت یا محمد امت تو امت ضعیف و ایشان را طاقت این چهل نماز نباشد، بازگرد و تخفیف دیگر به جای. باز پیغمبر ما روی دور میته میره تق تق. باز خدا کیسی بچه والله ما هستم این چهل نماز هم صاحب زیاد هست نمیتانیم، اگر میره یک ده تای دیگه هم یه میشه نظر به کتاب 30. باز پس می از آسمان هفتم تیر میشه در ششم، باز حضرت موسی چهلا نمیده پیغمبر ما را چی گفت شده؟ والا دای دگام کم کرد و محمد ای چی تو محمد ضعیف داری نمیشه، برو پس یک تخفیف. باز هم تو پیغمبر ما میره باز خداوند ده تا کم میکنه، باز هم ده تا آخر میرسه در پنج نماز. باز که جه تیر میشه حضرت موسی باز در جان پیغمبر ما میفته که چند داشت؟ میگه پنج. او پیغمبر پنج کم است، برو باز یک تخفیف بخوای. در این وقت دیگه پیغمبر در کتاب نشته میشه که که تا خود که چرت میزنه اگر خم میشه من به حضرت موسی میگه یا حضرت موسی چندان برفتم و آمدم که دیگر من چی ندارم، من شیمیشه ندارم، ولی هم موجه برم به کدام روی؟ باز تق تق دیم خدا بگویه که کیستی؟ من هستم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. چی میگی باز؟ والله صاحب پنج هم زیاده. همونجا خداوند شاید میگفت که بچه بره همی شما اید نخوانین، بره همی شما مسلمان های بی نماز باشین، پای نماز چیز که شما خوانده نمیتونین، برو دیگه حتمی شاید خواهد میشه یک دوام میزد. خود ایجه حضرت محمد چالاکی میکنه دیگه نمیره، میگه بس دیگه ایش دیگه آبرو نمونده که باز تق تق کیستی بسته. میبینین ایجه فقط که بین آسمان ششم و هفتم و خداوند یک فاصله گفت بوده که پای بالا میشه باز تق تق کیستی مستم حضرت محمد خدا سوی بیای ما اجازه از بیای خیلی ده تا کم و ده تا کم و ده تا کم. اینا رو میبینین اینا کلش قصه های ساختگی است، ولی نمی قصه های ساختگی اساس دین ماست. ما شما به اساس نمی دین خدا تشریح میکنیم، ما قرآن دور انداختیم، یا میگه که شفیع عیار میگه که حدیث در گاربیج پر تو گناه داره، اینا قرآن در گاربیج انداختن نعوذ بالله، اینی قصه گکار را گرفتن، قصه های دیو پری را دین جور کردن. از این خاطر است که باید قبول نکنیم، اینال سعی کنیم. اینمی قاری صفی اولا اینمی قصه را میکنه، اینمی دیگرهایش کل ملاهای نمی را میکنه، منطقه باز کلش سبحان الله ولا اثر دیگ دوزخ کمی همی بیادر گل همی سرپوش گفت پس کو کمی پس کرد کمی آتشا بلنکست کرد یو سبحان الله نزدیک در آسمان هفتم رسیده بود سبحان الله
نزدی کل آسمان ها سختانده بود. آسمان ها کی بود؟ تمام پیغمبر های خود خداوند اوجه نگهداری میکنه. آسمان هشتم کیست؟ خود خداونده. میگه تمام آسمان ها نزدیک سخته بوده تو یک آتش تیز بود. در حالی که دم بغلکش خود حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود. این نسخته مگر آسمان ها میسوزه. سعی کنید من در یک قسمت دیگه خنده‌آور از زیره میخوانم که قصه زن زید ابن حارث است. نه؟ زید بچه خوانده پیغمبر بود. باز نظر به می کتابک ها، باز نظر به می قصا، پیغمبر خدا امی زن زیده خوشش می، باز زید زن خدا طلاق میده و باز حضرت پیغمبر ایره امی زینب عروسی میکنه. اینال ای باعث یک چیز خوب نبوده، ولی در قرآن آیات در این مورد است. ما شما من عیس مسلمان چاره نداریم غیر از این کوره قبول کنیم. اما قصد ایست که در ذهن مردم عرب ای بسیار بد خورد که حضرت پیغمبر زن بچه خانده خدا گرفت و بسیار قهار شدن. چی ای در رسم عرب نبود. ما شما عرب جاهلیت در دان ما مانده. و عربای جاهلیت باور کنین بسیار یک مردم با اخلاق بود. ما در برنامه های قبلی خود همین مسئله را تشریح کردیم، ولی حال ما بر شما تشریح میکنم که یعنی مردم عرب ای را بسیار بد دیدن. اینال در این کتاب سعی کنین که پیغمبر چی یک آدم زنکباز نشان میده که در موی سفر که آسمان هم رفته چشمش جسر زناسته. سعی کنین که من ایره میخوانم برای شما. ای در صفحه 408 از این کتاب آمده، خط پنجم. و بعد از آن مرا به بهش بردند و در آنجا کنیزک دیدم سخت با جمال و نیکو و زیبا. بعد از این که رفت در چند آسمان و ابراهیم دید و ایره دمی وقت باز یک تور میبرن، یک سفر میبرن، پیغمبر جنت نشان میتنه، دوزخ خو نشان دادن، سر دوزخ خوش داره. میگه بعد از آن مرا با بهش بردن و در آنجا کنیزک دیدم سخت با جمال و نیکو رو، چنان که من هرگز بدان زیبایی ندیده بودم. میبینید پیغمبر کل فکرش نشان میده نظر به کتاب که سر زنا و این چیز هاسته. یعنی پیغمبر به این بزرگی دهیتی یک سفر بزرگ ای رفته از اون دور که دیده گفت او والله ای جایی زنا خو زیاد است، مگونه موگه کزی او والله چی مقبول است. پرسیدم که این کنیزک از آن کیست؟ کنیزک چیز دیگه ایست که کنیز زن آزاد نیست. یعنی ما شما قبول کردیم که در این دنیا خوب اقتیاد بیچاره را گرفتن، مثل یک حیوان در زیر دست خود برده خود ساختن، کنیز خود ساختن. پیغمبر ما به این بزرگی از او دنیا میایه، میگه در بهشت یک کنیزک بود. کنیزک یعنی یک زنک برده. یعنی خداوند به این بزرگی که ما را در این دنیا یک قدر درگیر به انصافی ها ساخته که یکی ما برده است یکی ما آزاد، در او دنیا مگر امی تقسیمات وجود داره که یک زن بیچاره کنیز باشه، یک آقای بیچاره برده باشه؟ و انوزا ما شما قبول کنیم که انصاف مطلق در دنیا وجود داره؟ به انصافی مطلق است که انوزا ببینی یک کنیزک. اما این طرز تفکر عرب نشان میده. میگه در اوجه که رفت باز پیغمبر میبینه، میگه که یک کنیزک زیبا اوجه بود. باز میگه ما گفتم که این کنیزک از آن کی باشد؟ اوتوماتیکلی در کله پیغمبر میگه که کنیزه، نمیگه که یک زن زیبا دیدم. گفتم این خانم مربوط کدام مرد است یا خانم کدام شوهر خوب است؟ ایتا نمیگه لا نمو زنه که نمو کنیزک از آن کیست. گفتن از آن زید ابن حارثه خواهد بودن غلام تو. بازم در او دنیا انوزم برای از پیغمبر ما میگن که او مربوط چیست؟ زید ابن حارث غلامه. یعنی زید در این دنیا برده پیغمبر بوده یا بچه خاندهش بوده. غلام که میگی برده. اینال در او دنیا انوزم زید غلام است. غلام کی؟ غلام پیغمبر. یعنی مانایش ایست که اگر آدمه که در این دنیا غلامه دیگه می باشه غلام. در او دنیا هم که میری غلامایت غلام توست یا پس من نوکرای توست. با زنش همون کنیزک مقبول از کیست؟ از زید است. خب بروز بین زن زید و زن ما خود اگر کدام تقسیمات نیست. در او دنیا ما زنش نگرفته بودیم که در این دنیا نگیریم. اینی تمام از یا باور کنین قصه هایست که برای دین ما جز یک لکه بدنامی نیست. تا برنامه دیگه
شما را به خداوند بزرگ می سپارم.